روز معلم رو خدمت همه معلمان عزیز تبریک عرض می‌کنم. امروز فرصتی است تا از مقام ارزشمندترین نیروهای جامعه که به امر آموزش و پرورش نسل‌های آینده می‌پردازند تجلیل کنیم. شما معلمان عزیز با تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغتان نه تنها دانش و آگاهی را به دانش آموزان منتقل می‌کنید، بلکه از طریق ارتباط نزدیک و دلسوزانه با آنها شخصیت آنها را نیز شکل می‌دهید. اما شهید مطهری چه داشت که روز معلم را به نام او نامگذاری کرد؟ همطور که می‌دانید، شهید مطهری یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی و مذهبی اوایل انقلاب او علاوه بر اینکه فیلسوف درجه یک و نویسنده کتاب‌های متعدد و استاد دانشگاه بود، رئیس شورای انقلاب نیز بود و این مقام سیاسی حقوقی به علاوه وجهه معلمی و متفکر بودن او را به عنوان ایدئولوژ اول انقلاب مطرح کرده بود. در نگاه شهید مطهری تمرکز بر تکامل و رشد هر فرد، افزایش خودباوری و اعتماد به نفس ایرانیان، توسعه و پرورش رویکرد تفکر انتقادی، خلاقیت و همکاری، تمرکز همزمان بر تعلیم و انتقال ارزش‌های اخلاق و تربیت اجتماعی و آماده سازی انسان برای فردا جایگاه ویژه‌ای داشت. آموزش پرورش یک منظومه را طراحی کرده تحت عنوان پرورش فراگیر که در این منظومه چند شعار محوری وجود داره. یکیش ایمان، امید، خردورزی، خودباوری و نشاط که فعالیت‌های آموزش پرورش در این منظومه تعریف میشه. ایمان به خدا، ایمان به خالق یکتا که روح بخش اخلاق را در وجود انسان زنده میکنه، اعتقاد را زنده میکنه و مسیر و آینده را برای انسان روشن میکنه. نگاه فرهنگی ایشون به بحث معلمین و آموزش پرورش واقعا یک نوع سرمایه است، یک نوع اعتباره. و دانش زمانی به درد میخوره که درش اخلاق نهفته باشه، وگرنه بسیاری از اونهایی که در کوره های آتش سوزی انسان سوزندن آدم های تحصیل کرده بودن، دانش داشتن اما اخلاق نداشتن. مدرسه قدیم، ایران قدیم در سایه اخلاق، دانش و نشان.